مهارت زنونه داری. میگم تو ساره، ساره. میگم ساره، من شنیدم ترنس ها من میاشون رو دوست ندارم و دوست دارم مثلا تخت باشه یا مثلا چسب میزنن، تو هم اینطوری هستی؟ خب ترنس ها گرایششون فرق میکنه، یعنی گرایش نه، ترنس ها جسمشون. نه ببخشید ببخشید، لزبیان ها گفتم، ترنس ها لزبیان ها منظورم. گفتی ترنس؟ نه هیچ لزبیانی این مثلا اونجوری نیست که بدن خودش رو دوست نداشته باشه. لزبیانه با بدن خودشون کنار اومدن، بدن خودشون رو دوست دارن. این ترنس ها هستن که جسم خودشون رو دوست ندارن. نه 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 اشتباه میکنی. ببین من تو ویدیوهای یوتیوب دیدم، خب مثلا تو حالت مردونه داری درسته و دوست داری مثلا حالت مردونه داشته باشی، خب مثلا اگر سینه هات بزرگ باشه خب این حالت مردونه رو ازت میگیره. من دیدم ماشاءالله پکیجت هم یکم، من دیدم دخترایی که دوست دارن حالت مردونه داشته باشه ولی این چون ممیاشون بزرگه چسب میزنن. ببین اونا همشون به خود اونا ترنسن. ببین یک ترنس جسم خودشو دوست نداره تو عذابه، چون روحش با جسمش کاملا متفاوته. ولی یک همجنسگرا یا مثلا گی باشه، لزبیان باشه، اینا مثلا ماها خودمون رو قبول داریم، جسم خودمون رو دوست داریم، ما فقط احساسمون متفاوته، یعنی روحمون نه. من یه سوال دیگه داشتم که اصلا کلان یادم رفت، بذار ببینم چه سوال دیگه دارم. خب سب کن. من میخوام یه چیزی بگم بهت، ندا اینجا اگه اجازه بدی. این سوال نیست، این جرات حقیقت، ما جرات نداریم با هم لب بریم جلو 160,000 نفر آدم. مگه شما با عزت و افتخار و احترام نمیگین ما لزبیان هستیم؟ بگی انجام خب بدید. خب باشه، مگه شما جلو این همه آدم با دوست پسرتون لب میرید؟ آره چرا که نه، ما بی جرعتیم. بعد من میخوام یه چیزی بهت بگم اگه اجازه بدی، یه چیزی که واقعا خیلی کمک میکنی به تمام جامعه LGBT. خب بگو، علمی میخوایش بکن، میخوای بری بالا منبر؟ نمیرم بالا منبر، چون من خودم یکی از قربانی ها هستم. من دوتا بچه دارم. اینه بچه داری؟ دخترم 12 سالشه، پسرم 7 سالشه. خب بگو. ببین خیلی ها به خاطر شرایط، به خاطر فرهنگ، به خاطر اینکه کسی نیست پشتشون وایسته، به خاطر اینکه خیلی دیر متوجه خودشون میشن، این حس رو تو خودشون میکشن. ولی این حس به مرور زمان دوباره چجور میگم سر و کلش پیدا میشه. من 14 سالم بود ازدواج کردم، حالا نمیخوام بگم یه شرایطی داشتم منو به دلایلی، من الان نزدیک 7 ساله طلاق گرفتم. بعد از طلاقم چرا دوست پسر داشتم، رابطه جنسی هم داشتم ولی هیچ حسی نداشتم. 6-7 ساله برگشتم دنبال خود واقعیم. نه خیلی هستن که تو ایران واقعا نمیتونن چیزی که هستن با خانواده هاشون در میون بذارن، یا مثلا چجوری بگم از اون مجبورن اون عشق و احساس رو بکشن. حالا اینجا 160,000 نفر آدم هستش، بیشتر من به خاطر همین دوست داشتم بیام تو لایو بگم اگه تو دوروبرتون کسی رو میبینید که ترنس، گی، لزبیانه، ماها از بذری از روزی که متولد میشیم حسمون اینجوریه. هیچ موقع سعی نکنید عوض کنید، هیچ موقع سعی نکنید قربانی کنید، هیچی عوض نمیشه، فقط عمرمون هدر میره. من الان بچه‌هام کاملا میدونن، خانواده‌ام میدونه، احتمالا الان هم چولای باشن، خیلی هم قبول دارم. فقط میخوام بگم که کاش بتونیم آدم ها رو به چشم جنسیت نگاه نکنیم، به چشم آدم بودن نگاه کنیم، بذاریم خودشون زندگی خودشون انتخاب کنن، حسشون رو، دوست داشتنشون رو. واقعا خیلی با جنس مخالف بودین مثل دوست دخترت؟ رابطه جنسی نداشتم و نمیخوام داشته باشم، ولی خب بله دوست پسر داشتم، ولی اصلا حس خوب نداشتم، حس آرامش نداشتم. یعنی مثلا بذار اینو تصور کنیم، مثلا تو رو میگم، حالا بیشتر فمینیستی هستی، خب یعنی بیشتر حالت زنونه داری، مثلا الان توی اتاق تاریک جو آروم مهیا با یه پسری باشی، اصلا تحریک نمیشی باهاش؟ نه اصلا دوست ندارم، کلن اصلا اجازه نمیدم که همچین چیزی بشه. یعنی من دوست پسرم که داشتم نمیتونستم حتی باش صحبت کنم، صحبت عاشقانه کنم، یا مثلا اصلا باش برم بیرون نمیتونستم. یعنی چندشت میشه؟
نمیگم چندشم، چون بالاخره من رفیق پسرم دارم، از پسرا چندشم نمیشه، ولی خب نمیخوام احساس جنسی نداری. بهتر دوستامون پسرا هستم. من خودم شخصا پیش هیچ دختری نمیتونم لباس عوض کنم، ولی پیش پسر راحتم. اصلا ربطی نداره، فقط گفتم از لحاظ جنسی حس نداریم. وگرنه ما هیچ موقع، من هیچ موقع یه آدمی رو تشویق نمی کنم که بگم تو بیا از مرد بدت بیاد یا از زن. نه، اونقدر تو پیج من هستش، مثلا زنه اومده میگه من پسرم 24 سالشه، لزبیانم، هنوزم با شوهرم دارم زندگی میکنم، ولی مشکل جنسی داشتم، کاش اون موقع کسی بود حمایتم میکرد، کاش جرأت داشتم. خیلی هستن مشکل اینجوری دارن، یکی رو به زور ازدواج میدن، یکی رو مثلا چون این حسو داره سرکوب میکنن، یکی رو زندانی میکنن. میدونیم ما چقدر مشکل داریم زیر این سقفی که مثلا سقف واسمون داریم زندگی میکنیم. من فقط دردم اینه آقا، ماها آدمیم، نباید به چشم مثلا زن یا مرد بودن نگاه کرد، به چشم جنسیت، به چشم این نگاه کن که این شخص یه آدمه، حق انتخاب داره. من یه سوال جان هم به تو راستشو بگو. خب حالا که صحبت اینطوری شد، شما توی کودکی آزار جنسی دیدین یا ندیدین؟ هم تو من نه. من گفتم تو، خب بذار اینجوری بهت بگم، حتما سررشتش از این نیست که حتما آزار جنسی دیدی. خیلی آره این مدلی میشن، از مرد متنفر میشن، ولی من مرد خوب تو زندگیم بوده، مردی مثلا پرفکت، مرد کامل تو زندگیم بوده، نتونستم حسی داشته باشم. این یه چیزیه که به گرایش آدم و به روح آدم و بستگی داره. من مثلا موقعی که فهمیدم خیلی سرکوبم کردن، خیلی بد و بیرا گفتن از رفیقای خودم. یکی از دوستای خودم به من مثلا اصرار کرد برو روانشناس، روانشناس نمون، نرم، آدم نمون، حرف نزنم، با پسر خوشگل امتحان که من قیافم این شکلی نبود، خودم این شکلی کردم، با پسر خوب بودم، با پسر پولدار بودم، گفتم ببینم میتونم واقعا یکی رو حس داشته باشم یا از ته دلم بخوام، ولی دیدم نمیشه. یه چیزیه که ذاتیه، گرایشی. من وقتی یه مرد لمسم میکنه دیوونه میشم، دوست ندارم به هیچ عنوان نه یه مردی رو لمس کنم نه لمسم کنه. خب این یه چیزیه که عادیه در مورد احساسه، خب روحمون متفاوت. اوکی، برای اینکه بقیه هم بیان ببینم الان ساعت چنده ایران، یه خواهشی ازتون دارم که برام انجام بدین. جانم شما آینه قدی دارین؟ آره. خب بردار دوتایتون بریم جلوی آینه قدی ببینیم اتون، ببینیم اصلا تیپتون چطوریه که مثلا مردم نگاه کنن مثلا بابا هیچ میشن نمیفهمن مثلا این یارو تو خیابون دیده مثلا ترنس عادیه چی هستش. آیا شما تیپ خاصی دارین؟ چطوری هستی؟ نه عزیزم تیپ خاصی نداریم، بعد اینکه ما هم عادی مثل مردمیم، ولی خب الان باور میکنی از این 145,000 نفر میتونم بگم خیلی ها هستن که واقعا مثلا گرایششون فلانشون فرق میکنه، ولی جرأت ندارم بگم. خب کجا میری؟ اتاق اومدیم دیگه، مگه نگفتی آینه قدی؟ آره. خب بیا. خب چرا ما رو گردی پیش آینه خودمون نشون میدادیم دیگه؟ نه کنار هم وایسا. جه من با لباس راحتی خونم. اوکی. آره مثلا نگاه کن، تو از دوست دخترت بگیر، دوست دخترت هم از تو بگیرن، چون من هیچی ندیدم، تصویرت استاده بود کامل. بیا برم.